سلام به همه بیننده های عزیز. امروز با یه تمرین در منزل دیگه اومدیم دوباره پیشتون. خب تو تمرین امروز قراره که با دو تا بطری آب معدنی بریم سراغ یه سری تمرین برای عضلات سرشون و زیر بغل. این تمرین ها برای از بین بردن چربی هایی که مخصوصا خانم ها وقتی لباس زیر میشن از کنار لوازمش میذارن بیرون خیلی کمک میکنه. خب پس حتما تمرین امروز از دست ندید. ولی اگر به تازگی با کانال ما آشنا شدید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیو جدیدمون باخبر بشید. بریم سراغ تمرین امروز. هر انجام حرکات به دو تا بطری آب معدنی احتیاج دارم. ولی اگر فشار انجامشون برای شما کمه میتونید از دمبل استفاده کنید. ولی اگر وسیله هم تو خونه دارید هم بطری آب معدنی هم کفایت میکنه. خیلی خوب، حرکت اول اسمش از نشر خم دمبل. برای انجام این حرکت لازمه که پاهاتون رو اندازه عرض شونتون باز کنید، زانوهاتون رو کمی خم کنید، از سمت کمر به سمت زمین خم بشید. بعد از این دستاتون رو بعد یکم خم روبروی تقریبا روبروی سینه‌تون قرار میدید و حالا اونا رو از همدیگه باز میکنید. این حرکت برای از بین بردن چربی های پشتی عالی هستن. چربی که از پشت لباس زیر شما میزنه بیرون. انجام حرکت شبیه به بال زدن پرنده ها میمونه. از روی رو میتونید این حرکت رو با 4 تا ست 16 تایی برای شروع انجام داره. حرکت دوم، حرکت دوم زیر بغل خم هستش. خب برای انجام این حرکت دوباره بطری آب معدنی میگیرم دستم، دوباره به همون شکل پاها خم، پا اندازه عرضشونه، زانوها یکم خم و دوباره به سمت زمین کمی خم میشم. دستامو دوباره همون جای قبلی قرار میدم، ولی با این تفاوت که این بار دستا قرار خم بشن. باشید که آرنج شما هنگام بالا بردن دستتون بیرون به سمت بیرون نره، بلکه به سمت پشتتون خم بشه. این حرکت هم میتونید با 4 تا ست 16-20 برای شروع انجام بدید. توجه داشته باشید که هنگام انجام دادن این حرکت ها بهتر که سرتون به سمت روی زمین باشه. اگر گردنتون به سمت بالایی ممکنه که گردن درد بگیرید. میتونید هم از بغل اگر آینه دارید توی منزل خودتون رو نگاه کنید. خب حرکت سوم، حرکت سوم برای از بین بردن چربیایی که از اون قسمت لباس زیر میزنن بیرون فوق العاده است. این حرکت به اصطلاح بهش میگیم حرکت قفسه سینه. این حرکت رو میتونید خوابیده انجام بدید و همینطور ایستاده، بستگی به میل خودتون داره، ولی خب من خوابیدهش رو بیشتر بهتون پیشنهاد میکنم. زانو همیشه توی انجام همه حرکات کمی خمه، خیلی موقع به اونو فشار وارد نشه. دست همو کمی خم، آرنجم کمی خم، روبروی سینم میگیرم، حالا اونا رو باز و جمع میکنم. هنگام باز کردن قفسه سینم به سمت بیرون هلیدم. میتونم با 4 تا 3 16 تایی برای شروع انجام بدم. به چهارم، برای انجام حرکت چهارم احتیاجه که روی زانوهاتون بشینید. به خاطر همین حتما یه مت ورزشی، یه حوله یا یه چیزی زیر زانوتون یا زیر بدنتون قرار بدید. خب بطری آب میگیرم دستم. میخوام یکی از حرکاتی که از با دستگاه اون انجام میدن رو شبیه سازی کنیم. روی زانوها میشینم، کمی کمرمو به سمت زمین خم میکنم، بطریام توی دستم، دستامو میبرم بالای سر و برگشت. حرکت هم میتونید با 4 تا 3 16 تا 20 تایی شروع کنید به انجام دادن. از زاویه بغل
توی این حرکت هم وقتی آرنجم به سمت عقب میارم، آرنجم به سمت بیرون بدنم نمیره، بلکه به سمت پشت بدنم میره. خیلی خب، برای انجام این حرکت به یه بطری احتیاج دارم. توی حالت شن سوئدی و یا شن معمولی قرار میگیرم. توجه داشته باشه چه در حالت شن سوئدی و چه در حالت شن معمولی، باستم از بدنم بالتر یا پایین‌تر قرار نداره و بدنم توی یک راستا قرار داره. بطری آب از زیر یک دستم رد میکنم. حالا نوبت به دست بعده. بدنم کاملا توی یه راستا قرار داشته که هم نیافتاده یا باستم یا بالاتر از بدنم نیست. با سه تا سته بیسته ای این حرکت رو میتونیم شروع کنیم. خیلی خوب، این بار میخوام حرکت زیرمقلی که با هم انجام دادیم و توی حالت شنا اونو انجام بدم. برای انجام اون دوباره میام توی حالت شنای سوئدی و یا شنای معمولی قرار میگیرم و هر بار با یکی از بطری ها حرکت رو انجام میدم. خب، از دمای بغل پوزیشن رو درست میکنم. این حرکت هم میتونیم با سه تا سته خب، این حرکت ترکیبی از حرکت قبل با یه حرکت دیگه برای عضله سر شما هست. دوباره میام توی همون حالت قرار میگیرم. این بار بطری رو برمیدارم، ابتدا بالا و بعد پشت. میتونم اینو به صورت تک دست انجام بدم. بعد از اتمام یک دست به سراغ دست بعد برم. این حرکت هم با سه تا سه تا دوازده تایی میتونیم برای شروع انجام بدیم.